در برنامه گذشته از 5 نوع گفتگو صحبت کردیم. اونها رو با این اسامی مورد خطاب قرار دادیم. اول مکالمه معمولی روزمره و بعد مجادله و مناظره و دو نوع گفتگوی دیگر، مفاهمه و مذاکره. اشاره کردم که ما در طی این برنامه ها فقط به دو نوع گفتگوی آخر، یعنی مفاهمه و مذاکره، خواهیم پرداخت. و توضیح دادم که مقصود از مفاهمه فهمیدن دیگری است و مقصود و منظور از مذاکره به توافق رسیدن با دیگری. اجازه بدید پیش از اینکه بریم به سراغ موضوع برنامه امروز، یعنی روشن کردن معنی اجتماعی به عنوان یک مانع بر سر گفتگو در جامعه ایران، به شکل‌های گفتگو بپردازیم. شکل‌های گفتگو به ما کمک می‌کنه تا تصوری داشته باشیم از اینکه چرا در جاهایی ما با گفتگو روبرو نیستیم، بلکه به جای گفتگو با تکگویی روبرو هستیم. لازم به گفتن نیست که هر نوع گفتگویی دست کم دو طرف لازم داره، اهم از اینکه دو فرد باشن یا دو گروه باشن. ممکنه این طرف ها بیش از دو طرف باشن، ولی من برای ساده سازی فقط از دو طرف دارم استفاده میکنم و سعی میکنم اونها رو طی نمودارهایی روشن بکنم. اجازه بدید اول با مهمترین یا شکل آرمانی گفتگو شروع کنیم. چون گفتگو یک رابطه متقابل و دیالکتیکی است بین طرف اول و طرف دوم. در نمودار همونطور که می‌بینید، در این نوع از گفتگوی مثمر ثمر و آرمانی، دو طرف در ارتباط با همدیگه واکنش نشون میدن و همدیگه رو دنبال می‌کنن. بنابراین بین اونها داره در واقع یک نوع تبادل دائمی و ارگانیک صورت می‌گیره. و وقتی این پاسخ و رفت آمد بین دو طرف صورت میگیره، گفتگو مثمر ثمر. اما حالتی رو تصور کنید که طرف اول به طرف دوم اساسا گوش نمیده، بلکه حرف خودش رو داره میزنه. ما با این تجربه بسیار روبرو شدیم. نمودار دوم این شکل رو نشون میده، شکلی که طرف اول مثل یک خط صاف و مستقیم مسیر خودش رو داره طی میکنه، به هیچ وجه واکنشی به بالا پایین شدن طرف دوم گفتگو نشون نمیده. این در واقع یک نوع تکگویی است. تکگویی از جانب طرف اول، و چون طرف دوم قادر به گفتگو با اون نیست، عملا ما در یک موقعیت تکگویانه یا مونولوگ قرار میگیریم. حالت دیگری هم ممکنه که طرف دوم چنین کاری رو بکنه که در نمودار دیگر میتونید این رو ببینید. اما مواقعی هم هست که به جای اینکه تکگویی یک طرفه باشه، دو نفر دارن تکگویی میکنن. هر کدوم مسیر خودشون رو میرن و به دیگری گوش نمیکنن، یا اگر گوش میکنن نمیشنوند، و وقتی نمیشنوند دارن مسیرهای موازی با هم رو طی میکنن. در واقع هیچ نوع تعاملی بینشون وجود نداره. این رو اصطلاحا بهش میگن گفتگوی بین کرها، یعنی کسانی که همدیگر رو نمیشنوند و مسیرهای خودشون رو طی میکنن. اینجا با یک نوع مونولوگ مطلق روبرو هستیم. اگر در دو شکل قبلی ما با مونولوگ‌های ناقص روبرو بودیم که یک طرف سعی در گفتگو داشت و طرف دیگه مسیر خودش رو طی می‌کرد، در اینجا با وضعیتی روبرو هستیم که هر دو طرف دارن مسیر خودشون رو طی می‌کنن و به هم دیگه پاسخی نمیدن. حالت دیگری هم ممکنه باشه که یک نوع تقابل یا بی‌تفاوتی است، یعنی جمعی است بین این نوع از مونولوگ ناقص که افراد دارن مسیرهای خودشون رو طی می‌کنن و جایی که به جای اینکه گفتگو بکنن به تقابل و نزاع می‌رسن. این 5 شکل گفتگو به ما امکان میده تا وقتی از مانع صحبت میکنیم بگیم که دقیقاً موانع کجا هستن که گفتگو سر نمیگیرن، یعنی به جای اینکه به دیالوگ برسیم، به مونولوگ های مختلف، چه به صورت ناقص چه به صورت کامل میرسیم، یا گاهی اوقات اساساً به تقابل میرسیم به جای اینکه به تفاهم یا توافق برسیم. اگر این اشکال گفتگو رو در نظر داشته باشید، اکنون موقعی است که ما بپردازیم به مفهوم اجتماعی و ببینیم مقصود از مانع اجتماعی چیست. طبیعی است که وقتی ما از مانع اجتماعی صحبت می‌کنیم، یعنی داریم از صفت جامعه صحبت می‌کنیم. اجتماعی یعنی چیزی که صفت جامعه است. پس باید ببینیم که جامعه یعنی چی. همه ما تقریبا می‌دونیم که جامعه عبارت است از تعدادی آدم که در یک موقعیت جغرافیایی مشترک و البته معین با هم دیگه زندگی می‌کنند. اما چیزی که جامعه رو جامعه میکنه و اون رو از سایر انواع گردهمایی های عناصر با هم دیگه جدا میکنه، مبادله است. مثلا کوه ها رو در نظر بگیرید که با هم در یک جا به سر میبرند، ولی اونها یک جامعه تشکیل نمیدن، چون مبادله آگاهانه و قصدمند با هم ندارن. میدونیم که کوه ها به مثابه یک پاره
اکولوژی با هم دیگه ارتباطاتی دارن، اما این ارتباطات قصدمند نیست به این معنی که کوها چون فاعل نیستن بنابراین با هم دیگه ارتباطات آگاهانه و قصدمند ندارن. جامعه انسانی از طریق مبادله بین افراد قصدمند و البته بین مبادلات ناقصد شده اونها شکل میگیره. اما حاصل این مبادلات چیست؟ حاصل مبادله آدمهایی که در یک موقعیت جغرافیایی مشترک و معین گرد آمدن دو چیزه. یکی شکل ارتباطاتی که با هم دیگه دارن که ما بهش میگیم ساختار رابطه، یعنی ساختار مبادله چگونه است، این شبکه چگونه شکل میگیره، چه نقاطی پررنگترن، چه جاهایی فرادستن، چه جاهایی فرودستن و امثال اینها که شکل کل مبادله رو نشون میده. و دیگری محتوای این ارتباط یا مبادله است که فرهنگ رو میسازه. بنابراین وقتی ما از مفهوم جامعه صحبت میکنیم با دو جنبه یا دو لایه اساسی از جامعه سر و کار داریم، یکی ساختارها و دیگری فرهنگ یا محتوایی که در داخل این ساختارها در جریان است. البته میدونیم که هر جامعه‌ای تاریخ داره، بنابراین جامعه امری زمانمند و انباشت گذشته یک جامعه امروزش رو تشکیل میده. پس ساختارها و فرهنگ که دو بخش و شق اصلی جامعه هستند زمانمند و تاریخمند هم هستند. بنابراین وقتی از جامعه صحبت میکنیم از ساختار صحبت میکنیم، از فرهنگ صحبت میکنیم و از تحولی که در طول زمان پیدا کردن که پای تاریخ رو به میون میکشن. حالا اگر مقصود از اجتماعی این هست، مقصود از مشکل یا مانع اجتماعی بر سر گفتگو چیست؟ آیا هر اتفاقی که در گفتگوها میفته به مثابه یک مشکل اجتماعی است یا خیر؟ برای اینکه مفهوم مشکل اجتماعی رو روشن بکنیم، بد نیست به این توجه بکنیم که چگونه این رو میتونیم از یک مشکل فردی جدا بکنیم. مشکل فردی مشکل من یا شما یا دیگری است. اما اگر این مشکل پراکنده بشه و تکثیر بشه و تعداد زیادی باهاش رو در رو باشن، ما با مشکل اجتماعی روبرو هستیم. مثلا آلودگی در شهرهای بزرگ ایران امروز یک مشکل اجتماعی است، چون فقط به من یا دیگری یا چند نفر محدود مربوط نمیشه، تقریبا اکثر مردم رو در بر میگیره. فقط این جنبه از یک مشکل نیست که اون رو به مشکل اجتماعی تبدیل میکنه، بلکه کثرت تکرار یک مشکل هم ممکنه اون رو به یک مشکل اجتماعی تبدیل کنه. اگر ما یک بار در سال با مشکل آلودگی هوا روبرو بودیم میگفتیم خب شاید یک بار یک اتفاق افتاده، اما اگر دائما این اتفاق رخ بده اون وقت ما با یک مشکل اجتماعی روبرو هستیم. ویژگی دیگری که یک مشکل رو به مشکل اجتماعی تبدیل میکنه عبارت است از اینکه ما از اون مسئله یا مشکل در رنج و عذاب باشیم. ما به عنوان مثال از وقوع حوادث غیر مترقبه طبیعی در رنج و عذابیم، مثلا از زلزله. ویژگی دیگری که ممکنه یک مشکل رو به مشکل اجتماعی تبدیل کنه مسئله قابل تغییر بودن اون مشکل هست، یعنی قابل برطرف کردن و رفع کردن اون مشکل یا مانعی که ما باش روبرو هستیم. همین زلزله رو در نظر بگیرید. خود زلزله به عنوان یک واقعه طبیعی مشکل اجتماعی نیست، اما پیامدهای اون و آمادگی جامعه برای مقابله با اون پیامدها میتونه تبدیل به یک مشکل اجتماعی بشه. اگر جامعه خودش رو به میزان کافی آماده نکرده باشه، بنابراین زلزله به مثابه یک مشکل اجتماعی براش به وجود خواهد آمد. به این معنی که عده زیادی رو در بر میگیره، در جامعه مثل ایران ممکن دائما تکرار بشه، یا در کشوری مثلا مثل ژاپن که با زلزله های دائمی سر و کار دارن، علاوه افراد ازش در رنج و عذاب هستن و امکان جلوگیری از پیامدهای نامطلوبش هم وجود داره. درسته که نمیشه از خود زلزله جلوگیری کرد، اما امکان مدیریت و کنترل پیامدهای نامطلوب، یعنی امکان تغییر در اون پیامدها وجود داره. بنابراین مشکل اجتماعی مشکلی است که این چهار ویژگی رو داشته باشه. در این برنامه ها خواهیم دید که آیا از مشکلاتی که در شش برنامه آینده ازش صحبت میکنیم این بچه اجتماعی چقدر حضور دارن. برای اینکه جنبه‌های ملموس‌تری از این مشکلات رو در نظر بگیریم، من به چند مورد اشاره میکنم که شاید خود ما در زندگی باش روبرو شده باشیم. مثلا وقتی مفاهمه رو در نظر میگیریم، گاهی اوقات اساساً ما تلاشی نمی‌کنیم برای فهمیدن دیگری. گاهی اوقات دیگری رو بد می‌فهمیم اساساً، یا از اینکه بد فهمیده شده باشیم ناراحت میشیم. گاهی اوقات فهم خودمون رو از طرف مایل هستیم که به جای فهم خود طرف از خودش بگذاریم، در حالی که او داره سعی می‌کنه خودش رو به ما بفهمونه، ما از این فهمیدن می‌گریزیم.
دلایل اینها کاملا دلایلی است که میشه نشون داد اجتماعی است. ما در برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. همینطور وقتی از مذاکره صحبت میشه میبینیم که گاهی اوقات مذاکره رو رها میکنیم. گاهی اوقات به جای اینکه مذاکره رو ادامه بدیم در مورد اون موضوعی که مورد بحثمون هست و قرار است در موردش به توافق برسیم، پای موضوعات دیگه رو در میون میکشیم. من اصطلاحاً میگم که ما پای فک و فامیل و جد و آبای مشکلات خودمون رو به میون میاریم. یعنی به سایر موضوعات مورد اختلافمون که باید در مورد اونا به توافق برسیم اشاره میکنیم، در حالی که هنوز موضوع توافق اول رو رها نکردیم. بنابراین میزان عدم توافق رو بیشتر میکنیم و مذاکره رو نامثمر ثمرتر میکنیم و اون رو به تعویق میاندازیم. اینها مشکلاتی است که در برنامه‌های آینده بهش اشاره خواهیم کرد و نشون خواهیم داد که اون شش مشکل اجتماعی یا شش مانع اجتماعی که بر سر گفتگوست چگونه این مشکلاتی رو که ازش نام بردیم تعیین میکنه و نشون میده که چگونه باعث میشن این مشکلات در گفتگوهای ما چه در قالب مفاهمه چه در قالب مذاکره پیش بیاد. در برنامه های آینده به شش مشکل از مشکلات یا موانع اجتماعی بر سر گفتگو در جامعه ایران اشاره خواهیم کرد. متشکرم.